فهمیدم که ننه جون اصلا بد اخلاق نیست و همه نوه‌هایش را دوست دارد. برای همین هم هر هفته از مادرم میخواهم که به دیدن ننه جون برویم. آقا تمام شد. خوبه، آفرین. بشین. آقا اجازه؟ آقا یه چیز خوبه داستانش تیکایی بود که ننه جون میگفت. درسته، اما اسمشون تیکه نیست. در واقع این ضرب المثله. ضرب المثله ای که متاسفانه داره از یاد میره. آقا اجازه؟ آقا همشون تو کتاب امثال الحکم هست. همه ای همش که نه، اما خوشبختانه کتاب زیادی هست که این گونه ادبیات رو حفظ کرده. میدونی سعید، هنوز یه تعدادی از اونها یه جاهایی قایمه. خب بچه ها، حالا ازتون میخوام که برای دو هفته بعد تا اونجایی که میتونید مثل و حکایت جمع کنید و بیارید. نشه مثل تحقیق قبلی ها. آقا راستین؟ کتاب هم معرفی میکنید؟ نه، میخوام به صورت یه فعالیت درسی باشه. نمیخوام برید از رو کتاب رو نویسی کنی. برید از پدر بزرگا و مادر بزرگاتون بپرسید. در واقع یه تحقیق شفاهی که روی کاغذ برای من مکتوب میکنید و میارید. خب؟ آقا اجازه؟ آقا پدر بزرگ مادر بزرگامو شهرستان انا. الزامی نیست که حتما از پدر بزرگا و مادر بزرگاتون بپرسید. متاسفانه بعضی پدر بزرگ و مادر بزرگشون در قید حیات نیستن. برید از بزرگترای فامیل بپرسید. هر کسی که دم دستتون هست و فکر میکنین چیزا رو بلده. بچه ها یه تحقیقیه که یک امتیاز ویژه‌ای داره. خب؟ خسته نباشین. نمیدونم چی به پسرم گفتین که اونقدر میونش با مادر بزرگش خوب شده. والا من چیز خاصی نگفتم، فقط ازش خواستم که یک انشایی در مورد مادر بزرگش بنویسه. همین. خیلی خوشحالم که از شما کمک خواستم. البته پیشنهاد آقای کاویانی بود. جناب کاویانی دیگه با مادر بزرگش بد حرف نمیزنه که هیچ، دلتنگیش هم میکنه.
اینا تفندای معلمیه دیگه، آقای کیهان اینجور چیزا رو خوب میتونن. البته این تکالیف رو باید به پدر و مادرام داد. قبول دارین ما خودمونم کم به بزرگترامون سر میزنیم؟ برحال مشکلات زیاده، هزار جور گرفتاریه، ولی خب ما کوتاهی میکنیم مگه نه؟ راست میگیم به خودم. خب من با اجازتون مرخص میشم. به سلامت. خواهش کنم من همراهیتون میکنم تا دم در. راستی بچه ها ضرب المثل رو چی کار کنیم؟ ضرب المثل چی؟ تکلیف آقا کیهان دیگه. آها من که کاری نمی کنم. چرا؟ برای اینکه مادر پدر بابا فوت کردن. او خدا بیامرزه، خدا بیامرزه. مادر پدر مامانم که اصلا تو باغ نیستن، تا نصف شب میشن با اینترنت و کامپیوتر. خالی بلی تمام اصطلاح ها شده کامپیوتر. من هفته یه بار میرم خونه آقا جونم اینا، میرم یه سری اونجا میزنم، آخر هفته میرم اونجا، راش خیلی دوره. بشه تو میخوای چیکار کنی؟ خب تو میری از آقا جونت اینا میپرسی میای به منم میگی. یعنی چی؟ بابا مگه آقا که ها نگفت کار گروهیه؟ ما هم یه گروهی. برو بابا من خودم الافم بیام به تو کمک کنم. بدمون کن. اصلا نخواستم کمک کنی، شما فقط به آدم زده حال میزنی. میرم از هادی کمک کنم. هادی به من کمک میکنی؟ بابا خودتو میدونی که من اینشم و همه تو ضعیفتره، من اینکه بیستشم شما ها باید به من کمک کنی. سیب زمینیش همه جا رو گرفته. عیدت میزن شکمو لوس دست نزن بچه جا. مامان گشنمه. یعنی چه گشنمه؟ گشنمه باشه میگم مامان. این آقا جون و عزیز جون ضرب المثل زیاد بلدن. نه واسه چی میپرسی؟ نه همینجوری میخوام بدونم. خب قدیمی ها که از این چیزا زیاد بلدن، آقا جونت که نه فکر نمی کنم، ولی عزیز چرا از این چیزا خوب بلده؟ میتونم زنگ بزنم این چند تا ازشون بپرسم؟ نه مادر جون نمیخواد. هادی تو هم تازگی یه هوسایی میکنی ها. آقا تکلیفم آقا کیهان گفته. همون این آقا کیهان هم همیشه یه تکلیف های عجیب غریب میده. کجاش عجیبه ها؟ نمیدونم نکنه واسه پول تلفنش میگیم. نه خیر باز خاطر عزیز جونت میگم. میگم یعنی مریض بی‌حوصله است، ناخوش حوصله، این چیزا رو نداره که اون. بابا هادی تو تموم کردی این سیب زمینی رو. نمیدونم برو شب از بابات بپرس. بابا میگه همش میگه این دغل دوستان که میبینی مگسان انگرد شیرینی. اونم یه ضرب المثل دیگه. درسته بابا همه چند تا ضرب المثل بلده که همش هم نماد شیرینیه. خب بابات قناده چی بگه؟ تو هم که واقعا واقعا یک مگسی هستی گرد شیرینی. نکن نکن اینو. حالا چیکار کنم؟ نمیدونم والا مادر. اگه دنبال ضرب المثل و حکایت و این چیزا هستی فکر کنم این خانم همتی بد نیستا. ها؟ خانم همتی؟ آره دیگه یه پیرزن تنهاست، خیلی هم خوشحال میشه بری پیشش. باشی صحبتی بکن. من که میگم خیلی بد اخلاقه. تمام بچه‌های من ازش میترسن. نه بابا خیلی مهربونه. من میگم شما عقل ندارید. وقتی با اون اینجور چشمونه چرا بریم از کسی دیگه کمک بگیری؟ سلام بابا. سلام بابا جون. سلام بابا. سلام بابا. ما در این تحقیقاتی انجام میدیم که هزار بول مسر جمع کنین ها؟ بچه رو دیر اومدی سراغ من.
از صبح یکی که بچه های شما اومدن پیش. ولی هیچ مطلب تازه نداری ما بنویسی؟ من که تا حالا به کسی چیزی نگفت. ایوه، من میرسم بابا رحیم فقط با ما دوسته. نه بابا جون، من با همه تون دوستم، ولی به هیچ وجه نمیتونم به کسی کمک کنم. چرا؟ چرا؟ که آقا کیهان به من گفتن اجازه نداری به کسی کمک کنم. حالا چراشو من نمیدونم، منم بهش قول دادم. شما برید، وقت منو نگیرید، برید سر کلاس. برید. بابا خودتو لوس نکن دیگه. بابا زشته همه که بریم خونهش. مامانم بهش زنگ زده، گفته چهار نفریم. باشه میام، ولی اگه زبان مثل بلد نبود دیگه کمکت نمی کنم. حالا بی بریم دیر نشه، مامانم گفته زود برسیم، روز اولی بده بی موقع برسیم. روز اول؟ مگه چند روز قراره بریم اینجا هادی؟ مامانم میگه بین حرفاش اصطلاح و مثل زیاد میگه، شاید هم اصلا امروز نگفت. او من نمیدونم این تکلیفو چرا انقدر بزرگش کن. یه چند تا این کتابای ضرب المثل برده، یه چند تا حکایت در توش بنویسیه. راست میگه دیگه، ضرب المثل ضرب المثله. حالا چه خانم همتی بگه یه چه یه منبع دیگه باشه. مطمئن خونه هست؟ آره بابا، پیر زنه، یه ذره طول میکشه تا بیاد در وا کنه. بله. سلام خانم امتی، هادی هم پسر ایران خانم. علیکه سلام ننه، بیایی تو مادر، بیا. کدومتون هادی بودی؟ من. ماشالله، از همون بچگیت همچین چاق و چله بودی. ببینم تو هم که بچه همین محلی. آره؟ بله. خب اسمت چی بود؟ شاهین. آها، دیگه توپی نداری بندازی تو حیات خونه ای من؟ ببخشید دیگه، فوتبال دیگه. ببین من پر و پا ندارم هی هر دقیقه بلنشم توپتو بهت پس بدم. حالا که خودت اومدی، وقتی خواستی بری توپتم وردار و با خودت برو. باشه؟ چش. خب اسم شما چی بود بچه ها؟ هم پوریا. به به، منم فرشیدم. عجب، شیرنی بخوری؟ بخوری مادر، نون قندی هم دارم، بذاریم برم بیارم. نه زحمت نکشین، ما زیاد مزاحمتون نمیشیم. آخه ما آخه که چی؟ میخوای بگی من پیرم؟ پیرم پیرم میلرزم، اما به صد تا جوون میارزم. آقای خبرنگار، وقت برای مصاحبه زیاده، اول باید عصرونتو بخوری، آسیاب بنوبه، اون وقت قلمتو بذاری زمین، چایتو بخوری. باشه؟ چشم. الان میام. بخوری بچه ها، بخوری. خواهی بخوری؟ آره دیگه، اگه نخوری ناراحت میشه. اگه جادوگر باشه چی؟ اگه جادو ریخته باشه توی ککا چی؟ برو بابا. اگه تلف شده باشه چی؟ باید تا آخرام توی این قله بمونیم و کار کنی. اینجا قله سقل کن. منم میترسم بچه ها. هادی، اگه اون دیوه بیاد اینجا فقط تو رو میخوره. میگه چرا؟ چون تو از همه ما گامبوتری. جدی میگی؟ حالا از من گفتم بود، البته که تو نمیتونی جلوی این شکمه تو بگیری. پس چرا خودت میخوری؟ من خواهم بخورم تا دیو بیاد من بخوره، برای خواهم توی قریب بگیرم تا چاقو. بیا بچه ها، امروز خریدم، تازه است. دستتون دردم. خب حالا به من بگین ببینم چی میخواه.
ما یه تکلیفی داریم. البته تحقیق. بله تحقیق. داریم یه سری ضرب المثل قدیمی جمع میکنیم. بعد بر همین اومدیم از شما کمک بگیریم. آها، یعنی من مثل بگم شماها بنویسین. آره بله دیگه، اگه زحمتی نیست براتون. باید خوب فکر کنم، حواسم هم جمع کنم. مادر خدا بیا مرز من از این چیزا زیاد میگفت، من بچه که بودم گوش میکردم. البته خیلی چیزا یادمه، خیلی چیزام از یادم رفته. به قول معروف این باید پسرم باشه. علیک سلام مادر، حالت خوبه؟ اینا کیم؟ اینا بچه های همین محله. بیا بریم تو بشین برای چای بریزم با شیرینی بخور. نه کار دارم، باید برم. این چه اومدنیه؟ بعد دو هفته اومدی به هم سر بزنی؟ با یکی قرار داشتم، دم در کلی معطلم کرد. قرار بود بیاد که نیومد، خواست خونه رو ببینه. خونه رو ببینه؟ مگه تو قول ندادی؟ بازم شروع نکن مادر. پسرم خواهراتو ببین. بازم میگه خواهرات؟ مادر من اونا وضعشون خوبه، این منم که بدبخت بیچارم، نه خونه دارم نه زندگی. اینم موضوع احوالمه، آبرون پیش زن و بچه‌م رفته مادر. آخه بیاین همینجا زندگی کنیم، من که حرفی ندارم. بازم حرف خودشو میزنه، نمیتونم، باید بکوبیمش اینجا رو. پس من کجا برم؟ مادر من چند ماهه میسازیمش، یه واحد چه مال تو، یه واحد چه مال من، با هم زندگی میکنیم، از این موضوع احوال در میاییم. به قرآن تا آخر عمر نوکری تو میکنم. آره معلومه، سر پیری به جای اینکه عصای دستم باشی، ماهی یک بار نمیای از این در به من سر بزنی، هر وقتم میای برای این خونه. من رفتم آقا. آقا من میگم پاشید بریم. کجا بریم بابا، زشته. چی چی و زشته؟ من یه نهیدی پسر شرقاتی بود، دلت میخواد بیاد بزن چک و لغتی مون کنه. پاشو بریم بچه ها. راست بگه زودتر بریم تو سر سید خوابیده. بریم بریم بریم. من که داشتم قاطی میکردم. بابا به ما چه؟ بابا نه زر و مثل گیرم اومد، نه توپ چرمی. فردا توپ تو میگیریم. بچه به نظر من فردا هم بیاد. شما چی میگید؟ حالا بیاد بریم. راستش اجازه ندارم، باید برم خونه بشینم درس بخونم. یعنی بابام تهدیدم کرده. شما چی؟ دو نفر که گنگت حال نمیده، حداقل باید چهار نفر باشی. هادی هم هست دیگه. من نمیتونم بیام بچه. عقده 20 گرفتی تو هم؟ شدی راستین؟ بابا میخوام برم به خانم همتی سر بزنم، شما نمیای؟ شاید رفته بیرون. بابا تو حالا سه بار زنگ زدیم. بابا مامانم نیم ساعت پیش بهش زنگ زد، گفته خونه است. پس چرا درو با نمیکنه؟ بچه نکن تو خونه باشه اصلا رفته باشه. برم از دیوار بالا. برم بالا. بابا همسایه میبینن میان میگیرن و فکر میکنن دوزی، درد سر میشه. بیخیال شیم بچه.
من رفتم. خانم متی. خانم متی بچه ها نیستش. کجا این خانم متی؟ بچه ها بیا خانم متی رو ببینی. خانم متی، خانم متی چی شده؟ بودو بودو زنگ بزن اونجا. خانم متی، 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 چی شد بچه؟ بودو خانم متی، اون یه ساعتو میگیره، بهتر زنگ بزنم به مامانم. بودو دیگه خانم متی، خانم متی نو خور خانم متی، خانم متی، خانم متی شما خونمو چند بود؟ خانم متی چی شد؟ خانم متی، خانم متی دنیدی شبم نمیده؟ مامانم هرچی بهش زنگ زد جواب نداد. خیلی نامرده. از بیمارستانم که برگشتن اخونه خانم امتی بهش زنگ زدن، شماره مامانو چی که دید جواب نداد. حالا حالش چطوره؟ دکترها میگن مشکلی نداره ولی نمیتونه حرف بزنه. نمیتونه حرف بزنه؟ یعنی لال شده؟ نه خودش نمیخواد حرف بزنه. منم میخوام برم عیادتش، اگه خواستی میتونیم بیا. باشه. خانم همتی اینقدر خوشحال شده شما اومدین پیشش؟ مگه نه خانم همتی؟ خب من دیگه باید برم، شما بهتره بیاین که خانم همتی یه استراحتی بکنه. کجا بیاییم ماما؟ ما تازه اومدیم. خب میخواییم بمونین چون خانم همتی اینقدر حکایت بلده، شاید بخواه یکی از اون حکایت های قشنگ رو براتون تعریف کنه. فقط هادی جان مادر خواستی بیایی به من یه زنگ بزن چون خانم همتی نیم ساعت دیگه باید داروهاشو بخوره. باشه؟ چشم. خب با اجازتون دیگه ببخشید. مواظب خودتون باشید. با اجازه. خدا حافظ. میگم صدا این چیک چیک ها به بچه رفته تو مخم، داره اعصابم رو خورد میکنه. بخیار شو بابا، یا آچارم اونجا و آچارم اینجا بود و دو دقیقه میپریدن درستش میکردن. حالا بزن هم این نگاه بنازم شاید درست شد. بیل کن بابا جون، بیل کن فرش بابا، دیوونه از این بچه اصلا عقل نداره. بچه ها نشستن اینجا، ما کمکی نمیتونیم بکنیم. بیا بچه گاه کنیم، باید یه خونه رو یه گردگیری بکنیم تمیز بشه. آره این حیات هم حیفه، حوزش نها کن، خاطر توپات میخوای بیاری. آره حرفاییم رو هم کار کنیم بابا. باش فکر خوبی، بریم. با اجازه. اجازه Thank you.
لا 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 کلالات بی بلاب نگه داره شب و روزت خدا بود. اخ لا 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 کلالات میکنم من، مادر نگاه بر قد و حالات میکنم من، لالایت میکنم با دست پیری که دست مادر پیرت بگیر، لالایت میکنم خوابت نمیاد، بزرگت میکنم یادت نمیاد، لالایت میکنم خوابت عجب ماجرای داشتین شما. من حالا مطمئنی بردنش خونه سالمندا؟ مادرم میگه چون خواهرش اینجا نیست شاید مادره رو بردن اونجا. به نظر منم بعد یکی با پسرش صحبت کنه، یه چیزی هست فقط بهتره مادر من نباشه. حرف ما رو گوش نمیکنن. شما تو دل این ماجرا این نترس، برو خودت باش حرف بزن. شما تلفنش که داری ها؟ یه زنگی بهش بزن. بعید میدونم قبول کنه. آقا گیر داده میخواد خونه رو بکوبه. منم میدونم گاهی وقتا نمیشه تصمیم آدم ها رو عوض کرد، ولی میشه که باشم حرف زد کرد ها؟ نظر تو چی عادی؟ بهش زنگ میزنم. خیلی خوب، من باید برم دیگه، دیر شده. خداحافظ. آقا خداحافظ. الو آقا امیر. سلام هادی، هم همون که چند روز پیش با دوستام دیدید. کی؟ کجا؟ خونه خانم امتی مادرتون. خب چه کار داریم؟ میخواستم چند کلمه راجع به مادرتون با تو صحبت کنم. شما داری اشتباه میکنی بچه جون. من وقت ندارم، در زمین فضولی به شما نیمده. الو الو چی شد؟ قطع کن. چی گفت؟ چی گفت؟ فضولی نکن بچه، عجب آدمیه. با هر جوری شده باش صحبت کنم. محال به حرفات گوش بده بابا. من یه فکری دارم. میگم میخوای این کار تلفن رو یه بارم من زنگ بزنم؟ نه خیلی نمیخواد. هر چیزی که میخوای بگی تو نامه بنویس، بعد میندازیم تو خونه شون. این که سخته شد. بریم. آقای حمید، من به خانه مادری شما رفتم تا مسئله یا حکایتی یاد بگیرم. من و دوستانم در آنجا با خانم همتی اسرانه خوشمزه‌ای خوردیم، نان قندی و چایی. شاید این خوشمزه ترین اسرانه‌ای بود که تا حالا خورده بودم. راستش به شما حسادت میکنم که بارها در آن خانه زیبا و کوچک از دستان مهربان مادرتان این اسرانه را خورده اید. من در نهایت نتوانستم در آن خانه مسئله یا حکایتی بنویسم. میدانید چرا؟ چون در لحظه که خانم همتی خواست چیزی به ما بگوید، شما از راه رسیدین. دوستان من شاهد هستن که مادر شما از خوشحالی
تمام مسئله‌های دنیا را از یاد برد. من آن برق شادی را در چشمانش نمیتوانم فراموش کنم. شما آمدین و دیگر مسئله حکایتی باقی نماند جز یک لالایی. روز آخری که مادر شما را دیدیم چیزی نگفت. چشم انتظار شما بود، شما نیامدین. پس او فقط یک لالایی خواند که اینجا در انتهای نامه برای شما میخوانم. لالا لالا که لالات میکنم من، نگاه بر قد و بالات میکنم من. لالا لالا که لالات بی بلا بود، نگهدار شب و روزت خدا بود. لالایت میکنم با دست پیری که دست مادر پیرت بگیری. لالایت میکنم خوابت نمیاد، بزرگت میکنم یادت نمیاد. مادر شما حق دارد در خانه خودش زندگی کند، مثل همه دوستانم که میخواییم در خانه خودمان باشیم. این حق رو از اون نگیرید. لا 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 که لالات بی بلا، نگه داره شبا روزت خدا بود. اخ لا 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 که لالات می کنم، مادر نگاه بر قد و بالات می کنم. لالایت می کنم با دست پیری که دست مادر پیرت بگیر. لالایت می کنم خواب thank you.
عذب جلو بازی این سفن کار که دم کرده جون قربونت برم مداس حس بیا دیگه منتظرتم سر کوچه وای میستم اینا بیا خیلی نکرم قربونتون برم قربانه. روزی روزگاری پهلوانی جوان از زورخانه به قصد منزل و تناول مکمل ببخشید میان وعدهی برون شد. نوکرم قربونتون برم خانه رو نگاه کن خوراک هالتر زدن و چی خود نماییه نگاه کن جوان زورخانه ما که از چقری و بدبدنی چیزی کم نداشت هر فرصتی را برای نشان دادن قدرتش به اهالی محترم میشه مرد و چجوری بگم خودی نشان میداد. من اصلا در خدمت جامعه هم الان کمکت میکنم. این چه تو کنم؟ بزار زمین منم بزار زمین نکنم همچی بابا یه خورده یک ها باید پر میکردم. قربون دستت پس من او کوچه بالایی پیاده بسی دیگه قربون بیسی بیا پایین. ننه کزایی بستو من گستمه بابا حدسی ورزس کردیم اینجا به ما غذا نمیدی بروتای مورتونای بدنمون سوخ پاک. اومدی پسرم بیا قبل از غذا خوردن به من کمک کن و هیزم ها را جا به جا کن من دست این کارها را ندارم. ای بابا ننه تو هم ما رو با این درازگوس استوایی رفتی ها این کارو بکن اون کارو بکن مگه نمیبینی از دور خونه اومدم گستمه فهمیدی گستمه. آخه پسرم من با این دست دردم چطوری اجاقو گرم بکنم ها؟ اما امان از این جوان که قدرتش را فقط از مادر پیرش دریغ میکرد و تا به منزل میرسید اخمایش را به هم گره کور میزد و زحمات مادر پیرش را اصلاً و ابداً پاس نمیداشت. خب ننه اینم از این حالا یه چیزی میدی امناخ کنیم یا نه؟ اندکی مهلت بده پسر میدانی که دیگر توان جوانی را ندارم اندکی دیگر حاضر میشود. حالا اگه غذا اوورد بخوریم چند عکسی اینجوری از این بر بگیرم عذب عکسی شد ببین زیره ست تا اگه لایک گرفت من اصلا دیگه نمیام اینجا ندونم این بری بگیرم بابا ننه این غذا چی شد بسه بابا عذب عکسی شد این اصلا میذارم پروفایلم کلی کشته میدزونه دایی خیلی خوشی خودم عاشقشم. بیا پسرم بخور تا چون بگیریم ننه کشت مانو یه غذا بده آخه ننه این چه مزهیه چقدر چون شده کم سو شده و دیگر توانم را از دست داده هم من همون هنباق بخورم بهتر از دست بخته توه. روزی در آغوش من کودکی بی‌نوا و کوچک بودی من محبتم را از تو دریغ نکردم اما امروز که شیرمردی شدی بر من درشتی میکنی و احترام نگه نمیداری. غلط کردم ننه منو ببست ننه تو زالار و زرور مایی اصلا رفیق بی کلک ننه اله مخلصتم خیلی مردی ننه منو ببست ننه ببخشم منو ببست ننه ببخشم. به جون خودم نه به جون همین صدا بردارمون هیچ چیز زیباتر از احترام به والدین نیست و از همین روی است که شیخ بزرگوار میفرمایند چون این گفت زالی به فرزند خیش چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن
گر از عهد خوردید یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیر زن. سلام، شما با شبکه آی فیلم تماس گرفته اید. لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم. عرض سلام، خسته نباشید. به شبکه آی فیلم، محمد شکوری هستم، از استان خراسان شمالی شهرستان اصفهان تماس میگیرم. بابت سریال مأمور بدرقه که میخواییم بذارین خیلی خوشحالم از اینکه شما به فکر ما هستیم و به نظرسنجی ما توجه میکنید. متشکرم، خدا نگهدار. سلام، خیلی خیلی تشکر میکنم از شبکه آی فیلم بابت برنامه های خیلی خیلی خوبشون، مخصوصا سریال دری حاشیه که خیلی سریال جذاب و دیدنی هستش. بهنام هستم از شهرستان اشتهار. ممنون، خدا. سلام، خسته نباشید عرض میکنم خدمت دستان کالون عزیز محترم شبکه آی فیلم. سپاسگزاری میکنم از تمام سریال ها و فیلم هایی که برای ما توی این مدت پخش کردید. ازتون ممنونم بابت تلاشتون و زحمتی که میکشید برای خوشحال کردن مردم ایران و سرتاسر جهان. ازتون ممنونم، تشکر میکنم. سریال پهلوانان نمیمیرند رو بسیار دوست دارم و سریال زیبای موز ترس رو خیلی میپسندم. مدت ها بود منتظر دیدن سریال پهلوانان نمیمیرند بودم. دوست دارم که بازم از سریال های قدیمی برای ما پخش کنید. بیشتر داخل این سریال ها زندگی وجود داره، یه زندگی ساده که الان فکر میکنم کمتر دیده میشه بین مردم. ازتون خواهش میکنم سریال های طنز برای مردم بذارید که آقای حمید لولایی هم بازی کرده باشن داخلش یا آقای اکبر عبدی. ممنون میشم ازتون. در آخر بازم سپاسگزاری میکنم و خسته نباشید عرض میکنم و امیدوارم همیشه پاورجا باشید. من مریم امیر بابایی هستم از تهران، خدا نگهدار. واقعا میخواستم تشکر کنم از این همه سریال و فیلم و فیلم و سینمایی که میذارین. واقعا همه آموزنده، خیلی خوب. واقعا ممنونم و تشکر میکنم. تو این همه شبکه ما همش فقط همین شبکه آی فیلم ها میبینیم، به خصوص این سریالی که تازه تموم شد، تفنگ سرپر. واقعا آموزنده بود، خوب بود. خیلی خیلی ممنونم. طالبی هستم از اصفهان. متشکرم. سلام و عرض ادب به همه آی فیلمی ها. از همه شما تشکر میکنم به خاطر سریال زمانه. خواب و بیداشته تموم شده. خیلی چیزای دیگه مدرسی ما که البته خیلی زیبا هستش، خوش قیرت و خیلی چیزای دیگه. ازتون تشکر میکنم، خدا نگهدار. ماهد سعیدی هستم از شهر برزنه، خدا نگهدار. همراه با سریال های شبکه آی فیلم. برای شادی روح از دست رفته ها دور
داروهای اضافیتون رو کمک کنیم به برادر خواهرای نجفی. عجب ما گیری کردیم. من اگه زن داشتم الان 100 تا بچه داشتم دایی. وای 100 تا؟ آره دیگه چیه مگه 100 تا؟ محبوبی بی همتا، واله و شیدای صنمی خوشرکاب، مجموعه تلویزیونی خوشغیرت. ولی سوالا شده تا قیام قیامت هم شده استارت بزنم میزنم تا صدای موتورتو بشنم. تون امیری صبح تا شب هی میخه گوش ما میگه، چپ میره راست میاد، میگه تا دستت به دهنت نرسه زن بیزن. آقا یه جورایی دهن ما رو با دستمونو بهونه کرده دیگه اینجوری. آقایون آقا این دیگه چه بامبولیه آخه؟ ببینم شما چهار نفر نارنجکی بمبی چیزی همراهتون نیستش که؟ آیا شما دوارمون چی فکر کردی؟ یک دنیا اتفاق ریز و درشت در خانه دوم بچه ها، مجموعه تلویزیونی مدرسه ما. یعنی بیان از